میخوای توی بازار فارکس کار کنی، ترید کنی، سرمایه گذاری کنی، این بازار هم یاد گرفتی، اما سرمایه کافی واسه ورود به این بازار رو نداری. چاره چیه؟ شرکت‌هایی به نام پراپ فرم، شرکت‌هایی که به شما پول میدن، سرمایه میدن تا شما برین باهاش توی بازارهای مالی مثل فارکس کار بکنید. حالا توی این ویدیو میخوام راجبشون صحبت بکنم. اصلا چجوری میتونیم ازشون سرمایه بگیریم؟ چرا این کارو میکنن؟ چجوری خودشون سود به دست میارن؟ ما چجوری ازشون سود به دست میاریم؟ و خیلی چیزای دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، یه خواهشی دارم ازتون. متاسفانه هر چیزی توی ایران میاد، اول خودش میاد، یه سال دو سال بعد شاید فرهنگش بیاد، آخرش تلفظ درستش میاد. مثل جریان والت واسه کریپتوه. این همه مدت ما داریم میگیم آقا این والت نیست، والته. وله داریم توی انگلیسی، مثلا این که بهش میان کلید ماشین و سویچ ماشین رو ازتون میگیرن دم هتل و این ور اون ور، بهش میگن پارکینگ وله. ولی ولت نداریم. نمیدونم چرا خیلی ها فکر میکنم مثلا این با کلاستره بگم ولت. اصلا نداریم یه همچه چیزی. والته. والت. 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 راجبه پراپ فرم ها هم همین اتفاق داره میفته، چون این جمع وقته خیلی دارن راجبشون حرف میزنن دیگه. این شرکت ها اسمشون پراپ فرمه. فرم یعنی شرکت، پراپ یعنی شرکت هایی با سرمایه خصوصی، یعنی شرکتی که با سرمایه خصوصی به شما سرمایه میده. اون پولی که ازش دریافت میکنید پراپ فانده، یعنی یک سرمایه ایه که اون شرکت به شما میده. خلاصه هر چیزی که هست پراپ فرم نیست، پراپ فرمه. پراپ فرم. حالا ولش کن، بریم سراغ اصل ماجرا. این شرکت ها کارشون چیه؟ یک شرکت های سرمایه گذاری هستن. توی همه جای دنیا، توی همه بیزینس ها شرکت هایی وجود دارن که میان روی آدم ها سرمایه گذاری میکنن و از طریق اون آدم ها اگر که کارشون رو خوب بلد باشن اون سرمایه گذار هم سود به دست میاره. یعنی حتی مثلا تو همه جای دنیا مثلا این همه بیمارستان ساخته شده، فکر کنین سازنده های همه اون بیمارستان ها یا صاحباشون همشون دکتر متخصص مغز و اعصابن؟ نه، بیشترشون فقط سرمایه گذارن، میرن یک بیمارستان میسازن، تجهیزش میکنن، یک سری دکتر و پرستار و متخصص رو از جاهای مختلف جمع میکنن توی اون بیمارستان و از طریق تخصص اون آدم ها اون سرمایه گذار هم پول به دست میاره. دارم راجع به پزشکی حرف میزنم که یکی از تخصصی ترین کارهای ممکنه. خب در مورد بازار فارکس هم دقیقا همین اتفاق میفته. خیلی از سرمایه گذارها هستند که میان سرمایه گذاری میکنن رو آدمها که یک آدمهای خوبی رو پیدا کنن که بلدن معامله کنن و اون معاملات اونا رو ازشون اینا هم استفاده کنن و سود به دست بیارن. حالا چند تا سوال این وسط پیش میاد. خب چرا این آدما نمیرن این معامله گرا رو استخدام کنن؟ چرا میان به ما سرمایه میدن؟ برن استخدامشون کنن دیگه. معامله گری چیزی نیست که شما معامله گرها رو بتونی یه جا جمع کنی. ما معامله گرهای خیلی خوبی داریم که کل دنیا پخشن. شما شرکتت یک جاست، میخوای همه اینا رو جمع کنی یه جا؟ خیلی کار سختیه. و چرا اصلا خودتو باید محروم کنی؟ مثلا چون تو امریکایی از یک معامله‌گر خیلی خفن توی ژاپن خودتو محروم کنی؟ خولی مگه؟ بعد جمع کردن این آدم‌ها خیلی هزینه می‌بره که این همه آدم یه جا باشن. توی خیلی شرکت‌ها این اتفاق می‌افته. هج فاندا خیلی‌هاشون معامله‌گرای بزرگی دارن که استخدامشون می‌کنن. بله. ولی خب یک سری ضعف‌ها داره که پراپ‌ها اومدن این ضعف‌ها رو یه جورایی دور زدن. حالا سوال بعدی که راجع به اینا پیش میاد، این سرمایه گذاریشون ریسک داره. چجوری حاضرن روی یک کسی که نمیشناسن، نه مدرکی دارن نه هیچی، ریسک بکنن و سرمایه گذاری بکنن؟ خیلی ساده است. طبق آمار بیشتر از 80% معامله گران فارکس کل سرمایهشون رو توی معاملاتشون از دست میدن. حالا پراپ ها یک سری قوانین دارن، اصلا اونا اجازه نمیدن شما اینقدر ضرر کنی که کل سرمایه از دست بره. بستگی به اون پراپ بین 10-15% اجازه میدن شما از کل سرمایه ضرر کنی که به این میزان ضرر میگن درادان.
میگن آقا شما مثلا 10% اجازه درادان داری، 15% اجازه درادان داری، نه بیشتر. حالا تو دنیا و تو بازاری که 80% معامله گرها کل سرمایه‌شون رو از دست میدن، به نظر چند درصد از این معامله گرها احتمال داره 15% از سرمایه رو از دست بدن؟ خوشبینانش میگم 90%. یعنی 90% معامله گرها در طول زمان معامله گریشون حداقل 10-15% از سرمایه‌شون رو از دست میدن، یعنی 10-15% درادان میخورن. و در این شرایط اون پراپ حساب رو از شما میگیره. نکته، پراپ میذاره مجانی بیایی باش کار بکنی و بهت سرمایه میده؟ نه، قبلش ازت امتحان میگیره. منتها از اونجایی که دیگه تو کل دنیا مدرک اونقدر اهمیتی نداره و تخصصی که اهمیت داره، پراپ هم امتحانی که از شما میگیرن بر اساس تخصص شماست. مدرک چیه؟ به چه درد اون میخوره؟ تو اصلا دکترای اقتصاد داشته باش، عرضه ترید کردن نداشته باشی، دوزار واسه پراپ نمیارزی. بی سواد باش ولی تریدر خوبی باش، این کسیه که به درد پراپ میخوره. پس میاد یک حساب به شما میده به صورت دمو، میگه آقا شما با این حساب دمو معامله کن. یک سری شرایط داره، مثلا میگه آقا تو یک ماه باید 8% سود به دست بیاری. اگر 8% سود به دست آوری، لول 1 رو پاس میکنی. تو لول 2 2 ماه وقت داری که 4% سود به دست بیاری. وقتی که این دوتا لول رو پاس کردی، درست بود، تازه میاد به شما میگه اوکی، شما قابلیت معامله کردن با سرمایه من رو داری و به اندازه‌ای که ازش اکانت خریدی، اصطلاحا میگن اکانت چالش خریدی، به شما حساب واقعی میده. حالا یه دوتا چارتا بکنیم. فرض کن که یک پراپ 1000 یوزر داره، 1000 دونه، دو چیزی نیست دارم. به صورت میانگین هر کدوم از اینا برای خرید حساب چلنجشون 500 اصلا 200 خب $200 پول دادن برای خریدن حساب چلنج. $200,000 این پراپ سود به دست میاره، پول میگیره. از این $200,000 90%شون میبازن و اصلا به درجه حساب ریل نمیرسن. یعنی $180,000 سود خالص برای پراپ. بده؟ نه، 10% باقی مونده هستن که میرسن به حساب ریل. پس تا اینجای کار نزدیک 90% پراپ ها وینرن. نکته بعدی که خیلی واسه شون سوال پیش میاد، فکر میکنن که پراپ ها اگر شما به سود برسی واسه شون ضررده میشی. پس اگر ببینن تو سوددهی، یه جوری چوب لا چرخت میذارن که تو ضرر کنی، که حسابو ازت بگیرن. نه، اینجوری نیست. خوبی پراپ اینه که بازی دو سر برده، یعنی اگر شما بتونی سودساز هم باشی، باز واسه پراپ سودسازی. چرا؟ چون سرمایه رو به شما میده، شما باش سود به دست میاری و بخشی از اون سود رو پراپ میگیره. بله، اون پراپ معمولا خیلی درصد کمی از سود رو برمیداره، مثلا 15% 20% برمیداره، 80% از سود واسه شماست، ولی باز واسهش میصرفی، چون داری واسهش سود میسازی. هر چقدر شما بیشتر سود بسازی، اون بیشتر سود میکنه. حالا یه سوال دیگه که این وسط پیش میاد، اومدیم و به ما حساب داد کار دیگه، توی یه معامله توی یه ماه من ضررده شدم، خب اون پراپ که ضرر میکنه. جواب، شما مگه تنها معامله‌گر پراپی؟ هزاران نفر دارن واسه اون پراپ معامله میکنن و واقعا فکر میکنی که حسابی که به شما میده ریله؟ نه، حتی بعد از اینکه چلنج ها رو پاس کردی به شما حساب ریل نمیده، حساب دمو میده. حساب دمویی که روی حساب معاملاتی خودشون کپی ترید شده، یعنی هر معامله‌ای که شما میکنی روی اون حساب کپی میشه. درصدش چقدره؟ این پراپ ها مدیر سبد دارن، آدم های گردن کلفتی رو دارن که کارشون اینه که شما رو آنالیز کنین، ببینن که معاملگر خوبی هستی یا نیستی. معاملگر خوب واسه اونا این نیست که یهو تو یه ماه 30% سود به دست بیاره، 50% سود به دست بیاره.
چون معامله گری که تو یه ماه 50% سود به دست میاره تو یه ماه هم 50% میتونه ضرر کنه. معامله گر خوب واسه اونها اینه که خط رشدش یه خط با شیب آروم باشه ولی رو به بالا. معامله گر اینجوری اینجوری به دردشون نمیخوره. خب پس میان شما رو آنالیز میکنن که چه جور معامله گری هستی. اگر معامله گر استیبلی هستی، مثلا 1000 تا اگر معامله گر دارن، میگه آقا 1% از سرمایه من رو اجازه بده این معامله گر خاص روش کپی ترید انجام بده. اون یکی معامله گر پر ریسکیه، 0.1% انجام بده. اون یکی نابغه است، 3% رو انجام بده. اون یکی به نظرمون اصلا شوت میزنه، دو سه ماه اول بزنم با همون دموه کار کنه، اشکال نداره، ما از جیب پولش رو میدیم. ولی اینو بس نکنی به حساب ریلمونا، این یهو تو 2 هفته مثلا 30% سود به دست آورده، این یه جای کارش میلنگه. اینو فعلا بس نکن، ما از جیب پولش رو میدیم، اگرم سود به دست آورد ما میدیم، چشم. ولی وصل نکن به حساب ریل. اینا رو آدمای نرمال محاسبه نمیکنن، آدمای متخصص این کارو میکنن. حالا سرمایه این شرکت ها چون تحت ترید قرار میگیره با چندین آدم، اصطلاحا هم میگن ضررشون و ریسکشون فلت میشه. شاید شما 30% سود به دست بیاری، یکی دیگه 5% 10% ضرر کنه در ماه، یکی 15% یکی 5%، جمع اینا رو برایندشون رو بگیری یا مثلا میشه 2% 3% سود در ماه روی چه سرمایه؟ یه سرمایه خیلی بالا با یک ریسک فلت به صورت خیلی آروم رشد میکنه و از اون سود چون سرمایه اصلیشون خیلی بالاست میاد سود شما رو پرداخت میکنه. اگر هم یک زمانی ضررده بود اون 180 هزار دلار رو یادتونه که سود خالص بود، میاد ضررهاشو از طریق اون 180 هزار دلار که درآمد خالصه پوشش میده. پس پروپ اگر واقعا درست کار بکنه و از عمد نیاد واسه در واقع کلاه برداری، احتمال ضررده بودنش و احتمال ورشکست شدنش خیلی پایینه. بله قبول دارم توی چند سال اخیر چند تا پروپ اومدن و اصلا اومدن به قصد پانزی کردن، اصلا کنترلی نداشتن روی سبد داراییشون، اصلا از قصد اومدن واسه پانزی کردن، به قصد کلاهبرداری اومدن. ولی 80-90% پروپ ها اینجوری نیستن، اینجوری نیستن که شما یه پولی دادید سود به دست آوردی، یه خوره سود به دست آوردی، یارو ببنده بره پول شما رو بخوره. کی مرغ تختلا شاخ سر میبره؟ این شرکت ها همیشه واسه شون سود میسازه. خب این چیزی که باید راجع به پروپ ها بدونید. کار کردن با پروپ خیلی خوبه، اما اول ویدیو برگشتم بهتون گفتم که سرمایه نداری خیلی راحت خوبه قشنگ اینا، بیا برو با پروپ کار کن همه چیزش هم اوکیه پولدار میشی. نه اینجوری هم نیست، از این خبرها هم نیست. شاید کار کردن با پروپ چون سرمایه بالایی بهت میده به نظر خیلی خوب بیاد، ولی یادت باشه با جز اون 10% باشی ها. برای اینکه جزء اون 10% باشی قانونش اینه تو باید به صورت ریل واقعا معامله کرده باشی، یعنی قبلش باید یه حساب واقعی داشته باشی، یه خورده باهاش کار کنی، یک سوددهی به دست بیاری، بعد بری سراغ پروپ. نه اینکه تازه آموزش تموم شده بدو من برم یه 1000 دلار پول دارم 1000 دلار رو بدم یه حساب 200,000 دلاری پروپ بگیرم، خب میسوزونیش. درستش چیه؟ اون 1000 دلار رو بذار تو حساب ریلت، 2 ماه 3 ماه 4 ماه باش کار کن، 40 دلار 50 دلار ازش سود به دست آوردی، برو از یک پروپ یه حساب مثلا 5 کایی 6 کایی بخر، یهو سرمایه 5-6 برابر میشه. حالا با پروپ کار کن، دوباره ازش سود به دست آوردی، برو یه حساب بزرگتر بخر. اینی که دارم بهتون میگم واسه آماتوراست، واسه کسی که تازه دارن شروع میکنن، کسی که حرفه‌ای اصلا وقتشو واسه 5K و 10K نمیذاره، که زیر 50K حساب باز نمیکنه. خب اینو در نظر داشته باشید. اونقدر مدینه فاضله‌ای که دارن میگن اصلا تو بیاس
5,000,000 تومان به ما بده، این کار رو یاد بگیر، یه 2,500,000 3,000,000 تومان هم بذار کنار، برو سراغ پراپ و تموم. نه از این خبرها هم نیست، دو ماه میرسی، نه نیست، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، پراپ ها عاشق چشبرومون نیستن، دنبال سودشونن، دنبال یک بازی برد بردن، ولی قرار نیست پراپ به باز تو ببری. اگر تو برنده باشی پراپ هم میبره، تو بازنده باشی پراپ قاصد نیست بیاد توی شکستت باهات شریک بشه. پس اینکه خیلی هم قضیه رو گل و بلبلش نکنیم. حالا از چه پراپی میتونیم استفاده کنیم؟ کدوم پراپ خوبه؟ کدوم پراپ به درد ما میخوره؟ کدوم پراپ اصلا با ایرانی ها کار میکنه؟ ببینید شرکت های پراپ چندین ساله که وجود دارن. علت این که توی ایران الان این چند وقت خیلی داره راجبش صحبت میشه که اینه که تازه 3-4 ساله که شرکت های پراپی اومدن که با ایرانی ها حاضرن کار بکنن. اولین شرکت پراپی که من باش کار میکردم شرکت انگلیسی بود که خیلی خوب بود، اما چند تا مشکل داشت. یک، امتحانش اینجوری عملی نبود، یعنی لازم نبود تو سود به دست بیاری تا به سرمایه بالا بده، باید مصاحبه میکرد، اسکایپ رو روشن میکرد، یکی رو میذاشتن اونجا باید مصاحبه میکرد. خب که خب شاید این مصاحبه پاس کردنه واسه همه امکان پذیر نباشه، یا نمیتونن درست توضیح بدن، یا خب زبانشون اصلا خوب نیست، نمیتونن باشون مصاحبه بکنن و هزار تا مشکل دیگه. این یکی از مشکلاتش بود. حالا پاس کردن اون مصاحبه واسه من شاید خیلی مشکلی نشه باشه، چون خیلی هم سوالای پیچیده‌ای نمیپرسه. فکر کنیم مثلا قراره یه سوال عجیب و غریبی ازتون بپرسه، نه اینجوری نیست. بعد یه ورودی میگرفت که فکر کنم نزدیک 800-900 پوند بود، سالی هم ماهی هم 100 پوند باید میدادی، هر ماه باید 100 پوند میدادی، اصلا فرقی نمیکرد که سود بکنی یا ضرر، 100 پوند شارژ داشت. سرمایه اولیه هم که بهت میداد 15,000 دلار بود، یعنی اصلا بیشتر 15,000 دلار نمیداد، میخواستی هم نمیداد، میگفتی من بیشتر پول میدم سرمایه بیشتر بده، میگفت نه خبری نیست، 15,000 دلار بهت سرمایه میدم، برو باش کار کن، هر موقع 10% سود به دست آوردی من 15,000 دلار تو دو برابر میکنم، دوباره 10% سود به دست آوردی دوباره دو برابر میکنم، دوباره 10% سود به دوباره دو برابر میکنم، تا سقف 1,000,000 دلار. خب یعنی حاضر نبودند از ابتدای کار ریسک بالا رو قبول بکنن، چون حاضر نبودن از اولش از شما تست بگیرن، ولی از همون اول وارد فاز ریل میشدی انگار. حالا بدیش چی بود؟ شما توی 4-5 ماه اول اون 100 دلارا رو باید از جیب میدادی، لازم یادتون باشه 700-800 دلار هم پول دادین ها، یعنی 700-800 دلار ورودیه عضویته. خب ولی یه خوبی داشت، زمان واسهش مهم نبود، میگم اصلا واسه من مهم نیست تو چند وقت شما سود ده میشی، خیلی ریلکس کار کن، مهم نیست. و این خیلی ریلکس کار کردنش خاصیتی که داشت این بود که اجازه میداد شما مثلا سوینگ هم معامله کنی، معاملات سوینگ ترید بگیری، اصلا پوزیشن ترید بگیر، لانگ ترم معامله کن اگر سبکت اینه، چون تایم واسهش اهمیتی نداشت. خب ولی خب اون 100 دلار ماهانه که داشتی میدادی خوره تو مخ بود دیگه. اینجوری بهتون بگم تا 2-3 ماه اول باید از جیب میخوری، چون 1000 دلار اولش داده بودی، 1000 پوند 1000 دلار تقریبا 7-800 پوند بود که میشد 1000 دلار اگه اشتباه نکنم، 100 پوند هم ماهانه میدادی، این 15000 دلار تا بیاد دو برابر بشه، یعنی 10% سود کنی که دو برابر بشه که سرمایه زیاد بشه و اینا، یه 2-3 ماهی باید از جیب میخوردی تا بعدش تازه شروع میکردی به سود دهی. مشکل دیگه ای هم که این شرایط داره اینه که وقتی که شما عادت داری به سرمایه بالا کار کردن، اون 15000 دلار خیلی تو مخ بود، یعنی مثلا کسی که سالهاست داره کار میکنه واقعا با 15000 دلار 20000 دلار که کار نمیکنه، که مثلا واسه شروع کار هر کاری میکردی میگه 15000 دلار، تا این 15000 دلار میرسید مثلا یه سرمایه 200000 دلاری، تو مثلا با یه سال و نیم با یارو کار میکردی سرمایه میشد مثلا 200000 دلار، خیلی تو مخ بود. حالا بعد از این یک سری دیگه پراپ ها اومدن که پراپ های ایرانی هم اکثرا همین جوری بودن، جز این دسته بود، اومدن تایم گذاشتن. یعنی چی تایم گذاشتم؟ یعنی گفتم ببین من از همون اول بهت حساب ریل نمیدم، تو انتخاب کن حساب چقدی میخوای،
گفتی من حساب 200,000 دلاری میخوام، 100,000 دلاری میخوام. گفت اوکی. 500 دلار به من بده، یه حساب چلنج 100,000 دلاری بهت میدم. یک ماه وقت داری روی این 8% سود به دست بیاری. اگر پاسش کردی میری مرحله دوم. 2 ماه وقت داری روش 4% یا 5% سود به دست بیاری. اگر پاسش کردی حساب ریال بهت میدم. مصاحبه و اینا هم نداشتیم. خاصیتش چی بود؟ یک بار پرداخت میکردی. هر ماه دیگه نبا پول میدادی. یه ماه پرداخت میکردی و تمام. اگر که آخر ماه حسابت مثبت بود ولی به 8% نمیرسیدی، حساب رو واسه ریست میکردن. اگر آخر ماه حسابت منفی بود، حساب رو ازت میگرفتن. این یه بدی داشت. شما دیگه نمیتونستی از هر سیستم معاملاتی استفاده کنی، چون تایم واسه مهم بود. سوینگ معامله کردن دیگه امکان پذیر نبود. دیگه ماکسیموم باید دی ترید میکردی. و در ضمن این تایم یعنی استرس. استرس واسه معاملگر یعنی زهر حلاحل. تایم داشت دیگه. چه اتفاقی میافتاد؟ باز هم میشد ازش سود گرفت. با یک نوع مدیریت سرمایه خاص میتونستی شما از اینا استفاده بکنی که مطمئن باشی حسابت حداقل آخر ماه مثبته. ولی خیلی باید دست به عصا را میرفتی، چون اشتباه میکردی. اگر آخر ماه 100,000 دلار گرفته بودی، 99,500 دلار پول تو حسابت بود، حساب ازت میگرفت. پس باید همیشه حسابو مثبت نگه میداشتی. معامله اول میرفت تو ضرر استرس، تا حالا تا حساب دوباره مثبت شه. میشد باهاش کار کردا، هنوزم میشه، ولی باید اون مدیریت سرمایه هر حتما رعایت بکنی، که مدیریت سرمایه یه خورده اذیت کننده است. و اینکه احتمال داره یه 4 ماه 5 ماه 6 ماه ازشون استفاده میکردی، ریل نمیشدی. الان باز خیلی ها میگن که تو اگر معامله گر باشی 8% که مهم نیست، آدم ها 80% میگیرن. شما برو بگیر برادر، اگه 8% گرفتن اینقدر راحت بود، یه شرکت های اینجوری آزمونشو بر پایه 8% نمیذاشتن، میذاشتن 20%، میذاشتن 30%. آزمون این شرکت ها 8%، یعنی 8% یه عدد معقول رو به بالاست. از این خبرها نیست. میتونی بگیری بسم الله برو بگیر. تو اینستاگرام رو نگاه نکن، تو اینستاگرام خدا رو شکر همه 50% به بالا در ماه میگیرن، عادی هم هست، ما ندیدیم. حالا شما میتونی بفرم. به هر حال این استرس رو داشت دیگه. حالا الان یک سری پراف های دیگه اومدن که تایم رو برداشتن، که من الان دارم خودم با یکی از همین پراپ ها کار میکنم. پراپ های ایرانی خوب بودن وقتی که اومدن شروع کردن به کار کردن، منم باشون کار میکردم. اما متاسفانه نمیدونم چه اتفاقیه توی سیستم ما ایرانی ها. هر بیزینسی که راه میندازیم یه ذره که مشتریمون زیاد میشه، نمیخوام حرف بدی بزنم، ولی اصلا مشتری مداری رو اصلا کلا یادشون میره. روزای اول که پراپ میاد همیشه قربون صدقت میرن، عزیزم بفرمایین کارتون رو کنین، کارت رو راه میندازن، سریع جوابتو میدن، اینجوری میکنن، اونجوری میکنن، همش درست. مشتریاشون که زیاد میشه خودشون رو جا میندازن، دیگه اصلا این خبران نیست. نمونهش نگاه کنیم ببینین چند تا رستوران قدیمی ما تو ایران داریم. هر رستورانی که باز میشه یکی دو سال اول خوب، عالی، کیفیت، بی‌نظیر، شلوغ. به محض اینکه شروع میکنه شلوغ شدن و صف بستن، میره تو سراشیبی. فکر کنه دیگه من دیگه کارم گرفته دیگه، تا آخر دنیا هر آشغالی هم بدن دست مردم، ملت میان میخرن. یه نگاه بنداز ببین چند تا رستوران زنجیره‌ای میشناسی که یه زمانی خیلی معروف بودن الان دیگه اصلا نیستن. چند تا رستوران اینجوری میشناسی؟ چند تا شرکت اینجوری میشناسی؟ متاسفانه سیستم تو ایرانی ها هست، نمیدونم هم چرا. در مورد پراپ ها هم این اتفاق افتاده. پراپ هایی که اوائل کارشون، پراپ های ایرانی که اوائل کارشون شروع کردن کار کردن خوب بودن، ولی الان دیگه نیستن خیلی هاشون. قانون های یه شبه میذارن، فرداش هم تو مجبوری انجامش بدی. آقا تو حساب خریدی، تو این قانون رو قبل از این که من حسابو بخرم باید به من میگفتی. بعد از اینکه من خریدم واسه چی اجازه نداری قانون رو عوض کنی؟
اوایلش یه سری از بروکرهای خیلی خوب رو ارائه میکردن، تو میتونستی با بروکرهای اتریشی و انگلیسی و اینا کار کنی. دیگه الان ها رسیده به این 3-4 تا بنجل آخرش و ما همینجوری تو حساب ریل از اینا فراریم. بعد حساب استاندارد بروکر دوزاری میدی که اسپردش انقدره، بعد اسلیپیج آخر شب میزنه از نزدیک کله من. چرا؟ چون بروکرهای خوبه دیگه نمیخوای باشون کار کنی به هر علتی. خب این بده. پیام هم بهشون میدی دو روز طول میکشه تا جواب بدم بهت. اوایلش اینجوری نبود واقعا، خیلی خوب بود، نیست الان. خلاصه پراپی که من الان دارم باش کار میکنم یک پراپ ایرانی نیست، یک پراپ خارجیه به نام Funded Next. پراپ خیلی خوبیه، نمیگم هیچ مشکلی نداره، بله هر شرکتی هر جایی که شما بخوای باش کار بکنی مشکلات خودش رو داره، ولی نسبت به پراپ هایی که الان با ایرانی ها کار میکنم به نظر من بی‌نقص‌ترینشون اینه در حال حاضر و منم دارم الان باشون کار میکنم. شرکت اماراتیه، همه چیش راضی کننده است. سرور اختصاصی خودش رو داره، یعنی شما رو وصل نمی‌کنه به یک بروکر دیگه، از حساب دموی بروکر دیگر استفاده بکنی. سرعت سروراش خوبه، واریز و دریافتش، پرداختیاش و اینا همه چیش خوبه، پشتیبانیش خوبه. من کلا ازش راضیم. اگر هم می‌خواید راجع به این پراپ فان بیشتر بدونین، توی این ویدیو راجعش کامل توضیح دادم. خوبیاشو گفتم، بدیاشو هم گفتم که بتونید با خیال راحت انتخابش بکنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه که این ویدیو رو یوتیوب به بقیه هم نشون بده. اگر هم سوالی دارین این زیر کامنت کنید، حتما بهشون جواب میدم.